به نام یاد الله دوست عزیز، امید است که همه شما جور صحت سلامت باشین. امروز میخواییم در مورد به تکنولوژی، مؤثریت های تکنولوژی، فواید تکنولوژی در زندگی روزمره ما صحبت بکنیم، و خصوص در رشته انجینری که امروزه دنیای تکنولوژی است. در رشته انجینری از تکنولوژی چطور استفاده میشه و چی مؤثریت های را دارد؟ در قدم اول میخواییم که همین تکنولوژی را تعریف بکنیم که تکنولوژی چی است. تکنولوژی تعریف های متعدد داره، میگه دانش هست، فرایند هاست، ابزار هاست، روش ها و سیستم های هستن که توسط خود ما استفاده میشن، و همچنان تکنولوژی به عبارت دیگر انجام کارها توسط خود ما، انجام کارها با وسیله خود ما را تکنولوژی میگن، یا تکنولوژی وسیله یا ابزار است که توسط آن میتونیم به اهداف خود به صورت منظم و درست و زودتر برسیم. این از تعریف تکنولوژی. همچنان و تعریف های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا اجرای عملی دانش خود ماست و توسط سعی و تلاش آدمی یا خود انسان و مقصد خود میرسه. این شد تعریف کوتاه و مختصر از تکنولوژی که امروز ما شما از تکنولوژی استفاده میکنیم. خب، سه بخش عمده و اساسی تکنولوژی داره که عبارت از نرم افزار است، سخت افزار است، و مهمیش که سیومیش است عبارت از مغز افزار است. دوستای عزیز، در مورد به نرم افزار خو شاید شما معلومات مکمل داشته باشین، در مورد به سخت افزار هم داشته باشین، ولی در مورد به مغز افزارش امروز میخوایم صحبت بکنیم. سخت افزار چی است؟ توسط ساختارهای فیزیکی ساخته شده که وظایف لازم را به کار میبره. نرم افزار چی است دوستای عزیز؟ علم نحوه استفاده از سخت افزار را نرم افزار میگه، و مسئله مهم و اساسی دیگهش که عبارت از مغز افزار است، دلایل استفاده از تکنولوژی توسط مغز خودمون را عبارت از مغز افزار میگه. خب، چی تاثیر را بر دنیای امروزه انجینری تکنولوژی داشته؟ شما ببینید، ما در قرن 21 زندگی میکنیم و تمام زندگی ما را تکنولوژی فرا گرفته. از ساعت دستی ما گرفته تا موبایل، کامپیوتر، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، همه اینا تکنولوژی هستند. همه اینا تکنولوژی. یک انفجار عظیم از تکنولوژی امروز در دنیا رخ داده که همگی را مصروف به استفاده عظمی از این تکنولوژی‌های متعدد ساخته. و چرا ما استفاده می‌کنیم؟ چی فواید را داره؟ سر فوایدش رو می‌خوایم که صحبت بکنیم. حالا می‌خوایم در مورد به استفاده عظمی از تکنولوژی در دنیای انجینری صحبت بکنم. دوستای عزیز، در انجینری همچنان تکنولوژی ارزش به خصوص خود را داره و هیر ما نمیتونیم نادیده بگیریم. در بخش های متعدد از تکنولوژی در بخش های انجینری استفاده میشه، هرچند که یک فرد، یک انجینیر علمیت های متعدد در بخش های متعدد انجینری داشته باشه، نحو استفاده از تکنولوژی را نفهمه و معلومات در مورد به استفاده از تکنولوژی امروزی را نداشته باشه و علم استفاده از تکنولوژی امروزی را نداشته باشه، ضریب مؤثریتش نزدیک به صفر است. چرا؟ به خاطر که امروز دنیای تکنولوژی است. ما سافت‌ویرها، نرم افزارها و بخش‌های متعدد در انجینری داریم که امروز از استفاده میشه. ما در قدیم ها مثلا مهندس‌ها بودن، یک گروه عظیم از مهندس‌ها یک جای میشدن، یک پلان انجینری را تهیه میکردن، تحلیل میکردن، بررسی میکردن. امروزه این کار بسیار سهل و آسان شده. مثلا در بخش مهندسی من به شما اتوکد معرفی میکنم. انشاءالله در برنامه های بعدی تمام سافت‌ویر های مهم، عمده و اساسی که در بخش انجینری استفاده میشه و به شما هر کدام معرفی میگیرم. و شما در چینل یوتیوب سیاره برین بیشتر از 10 سافت‌ویر انجینری یا 10 نرم افزار انجینری رو ما به شما به شکل عملی کار کردیم، که هم در بخش دیزاین بوده، هم در بخش مهندسی بوده، هم در بخش سرک بوده و همچنان در بخش محاسبه آبها و شکل هیدرولوژی و هیدرولیک بوده. شما میتونین که او را در چینل یوتیوب سیاره ببینین. تو کتاب شما به معرفی گرفتم دوستای عزیز. یکی از برنامه های انجینیری است که در بخش مهندسی امروز در تمام کره زمین استفاده میشه، در تمام جهان استفاده میشه. یگانه سافت ویری است که توسط استانداردها و نرم های معتبر انجینری دیزاین شده و ما میتونیم به شکل بسیار ساده و آسان توسط یک نفر بسیار پلان های عظیم و گسترده را دیزاین طرح و تطبیق بکنیم. خب، سافت ویر های متعدد وجود داره. مثلا در سرک سول 3D است، میتونیم ما پلان طراحی بکنیم،
همراه با پروفایل و همچنان با سکشن ها و مقاطع سرک. و در بخش دیزاین ساختمان ها همچنان ما برنامه های معتبر داریم، مثلا استاد پرو و استاد فاوندیشن امروز یکی از سافت ویر هایی است که در جهان امروزی ما استفاده از امیر دارد، مخصوص در امریکا. دوستان عزیز، بسیار دور نمیریم، میاییم امارات متحده عربی را به شما مثال بیتم که یگانه کشوری هستند که برج های سر به فلک و برج های عصری و مدرن امروز در دنیا دارند. شما ببینید که اگر ما در قرون وسطی می بودیم یا در قرن 20 و 19 می بودیم، قبل از اینکه ما به تکنولوژی دسترسی می داشتیم، آیا امکان از این می بود که دنیا اینقدر پیشرفته می بود از لحاظ انجینری؟ هرگز نه، به خاطر از اینکه ساختن، دیزاین کردن، طراحی کردن و همچنان تطبیق کردن این چنین از پروژه های بزرگی که در جهان بخصوص امارات متحده عربی را یا مثلا شهر دبی را به شما معلومات دادم، غیر ممکن بود. بسیار وقتگیر بود که یک پلان مهندسی از او باید دیزاین میشد، بعد از او باز میرفت به مرحله دیزاین و از او به مرحله تطبیق. امروزه اینمی تکنولوژی، اینمی سافت ویر ها، اینمی برنامه ها و نرم افزار ها باعث ازی شده که ما بتانیم و به صورت بسیار سریع کارهای امروزه خاطره تکمیل بکنیم و بررسی بسپاریم و به تطبیق روان کنیم. خب در بخش های دیگه هم همچنان وجود داره. ما امروز توسط برنامه های بسیار عظیم گسترده میتونیم که آبهای سطحی، آبهای ابهار، آبهای زیرزمینی رو مصادره کنیم. ما توسط سافت ویر های مختلف میتونیم که عناصر مهم و اساسی یک ساختمان در بخش برق رو مصادره کنیم، یا همچنان ضرورت های امروزی که ما به برق ضرورت داریم سافت ویر های مهم هستند که ما میتونیم از استفاده بکنیم در بخش محاسبه برق و غیره سافت ویر ها و نرم افزار ها. دوستای عزیز، این بود یک معلومات کوچک در مورد به تکنولوژی و نرم افزارها، سافت ویر هایی که امروز ما در بخش انجینری یک غوغای بزرگ را در دنیای امروز ما برپا کرده. پس بدون فراگیری و داشتن علم اینمی سافت ویر ها، موثریت یک انجینیر نزدیک به صفر است، حتی میتونیم که بگوییم تقرب میکنه به صفر. به خاطر چی؟ امروزه دنیای تیپیکال دیزاین نیست. امروزه دنیای از این نیست که یک انجینیر بیایه ورقه بگیره، قلمه بگیره، عناصر مختلف ساختمانی که سرک است، ساختمان است یا هر آن چیزی که از پل است، پلچک است، واتر دم است، بنهایابی است و غیره، ایره بیایه توسط قلم محاسبه بکنه و مرحله تطبیق دیزاین و غیره. نخیر، امروزه دنیای تکنولوژی است، دنیای نرم افزار است، دنیای سافت ویر است که هر انجینیر به شکل واجبی است، واجب است برای یک انجینیر که باید در رشته خود بخش های متعدد از سافت ویر های بخش انجینری را باید یاد داشته باشه و به شکل بسیار خوبش هم یاد داشته باشه. یک انجینیر چطور میتونه؟ دوستان عزیز، قبلا برای شما در اول برنامه گفتم که تکنولوژی از سه بخش عمده و اساسی تشکیل شده که سافت ویر یا نرم افزار است، هارد ویر یا سخت افزار است و مسئله مهمش مغز افزار است. زمانی که ما در رشته انجینری، در رشته که ما کار میکنیم، مثلا بخش آبرسانی است، اگر ما علمیت کافی در او بخش نداشته باشیم اما بلد باشیم که از تکنولوژی استفاده بکنیم، باز هم ناکام هستیم. به خاطر چی؟ که ما معلومات اساسی و عمده در بخش در اون بخش نداریم که ما از سافت ویر استفاده بکنیم، یعنی نحو استفاده مغز افزارش نداریم. پس لازم است که این هر دو هم به شکل تیپیکال هم به شکل سافت ویر با یکدیگر کمباین شوه و بعد از اون میتونیم ما به صورت بسیار خوب اساسی و درستش از یک سافت ویر استفاده کنیم. عزیز، پنج فواید تکنولوژی را برای شما میخوایم یادآوری بکنیم. فایده اولش این است که در زمان ما صرفه‌جویی میکنه. مثلا قبل ها بود یک پلان مهندسی ساده را ما برای شما معرفی میکنیم. یک کس میامد ما یک 3 منزل یا 4 منزل میخوایم خانه رهایشی آباد بکنیم. پس پلاترهای بسیار کلان بود که انجینرها 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر میشیشتن پلان از ایره سرش کار میکردن. انجینر در بخش سایت پلان کار میکرد، دیگهش در بخش فاوندیشنش کار میکرد، دیگهش در بخش فلورها یا منازل دیگهش کار میکرد. یک انجینر مخصوص بود که بخش سکشن یا مقاطع ساختمونیش کار بکنه. انجینر مجبور که میرفت در مورد به دیتیل های عناصر ساختمونیش کار میکرد. اما امروز یک انجینر به تنهایی خود میتونه تمام این کارها را در یک برنامه بسیار ساده انجام بده. این فایده شی است که صرفه جویی میکنه، ارتباطات بهتر. مسئله دوم شی است که بهتر کمیونیکیشن، یک ارتباطات بهتر را در جامعه امروزی ما تکنولوژی ایجاد کرده که با یک ارتباط خوبتر، آسانتر
و معمولی تر میتونیم که کار خود را انجام بدیم و به صورت درستش انجام بدیم. سومیشی است که از اینها را اینمی تکنولوژی و سافت‌ویر ها کمتر ساختن. شما ببینید اگر احیانا ما یک پروژه می داشته باشیم 5 انجینر سر از او کار کنه هزینش اونم قدر بالا است، اگر یک انجینر کار کنه هزینش کمتر است. پس تکنولوژی توانایی نمی ده بر ما داده در دنیای امروزه که به هزینه های کمتر از سافت ویر ها در بخش های متعدد از انجینری استفاده بکنیم. مسئله چهارمش دوستای عزیزی است که توسط استفاده از تکنولوژی ما می تانیم نوآوری بکنیم. چرا کم نوآوری بکنیم که یک پلان درافت کار میکنیم، خوشمون اومد دیگه شکار کار میکنیم، خوشمون اومد دیگه شکار کار میکنیم. ما می تانیم در یک وقت کم پلان های متعدد را کار میکنیم تا زمانی که به یک نوآوری دست پیدا کنیم. مسئله آخری فواید عمده و اساسی از استفاده از تکنولوژی در بخش انجینری، غیر ممکن ها ممکن میشه. دوستان عزیز شما ببینیم که در 20 سال گذشته دنیا به صورت بسیار فجیعش ترقی و پیشرفت کرده. سرک های متعدد سر به فلک ساخته شد. بند های آبی بسیار بزرگ ساخته شد. پل های متعدد مقبول زیبا در دنیای امروزه ما شاهد هستیم که ساخته شده. ساختمان های متعدد انجینری در دنیا توسط نمی سافت‌ویرها ساخته شده. یعنی ما میتونیم بگوییم که تکنولوژی امروز در بخش انجینری میتونه غیر ممکن ها را ممکن بسازه.